الله الرحمن الرحیم. امروز در روز قدس همه مردم در سراسر جهان باید بفهمند که اسرائیل در حال سقوط است. In the name of Allah, today the world say, all people in all over the world should understand that Israel is going to be down. مسئله فلسطین و غزه یک مسئله جغرافیایی نیست، بلکه یک مسئله مربوط به بشریت است. ما حق داریم، جمله مقام معظم رهبری، ما حق داریم و می توانیم تحقیر و تکبر دولت‌های سلطه‌گر را به خودشان برگردانیم. Palestine and Gaza's issue is not a geographic subject. It is a humanity issue. We have the right and we can turn the dominant humiliation and arrogance back to themselves. این احساس صادقانه تمام ملت‌ها از شرق آسیا تا غرب آمریکاست. This is the true sense of nations from East Asia to West America. پایداری تنها راه نجات. پایداری تنها راه نجات اعتقادات ما است. Endurance is the only way to save our beliefs. امروز شیعه و سنی در کنار هم و هر کس دیگری که به بشریت و انسانیت چه مسیحیت چه دیگران و هر کس دیگری که به بشریت و انسانیت پایبنده است باید فکر کند که قضیه فلسطین قضیه ما هم هست. Today, Shia and Sunni together and everyone else who is committed to the humanity should understand that the Palestinian issue is our issue too. این همان کلید رمزآلودی است که درهای پیروزی را به روی امت اسلامی می‌گشاید. قطعاً فلسطین آزاد خواهد شد و شکی در آن نیست. ان بعد الله حق، جمله آیه رو ببینید، وعده خدا صادقه و حتمیه. الیس صبح و قریب، آیه قرآنه. آیا نمی‌بینی که صبح و روز پیروزی نزدیکه؟ This is a mysterious key that opens the success doors to the Islamic Ummah. Palestine will be truly free and it is not in any doubt. همه باید بدانند که مردم از اسرائیل متنفرند، حتی در کوچکترین روستا مانند اینجا. Everyone should know that people hate Israel even in the smallest villages like here. آگاه باشید که وهابیت و اسرائیل هم پیمانان هم هستند. Be aware that Wahhabis and Israel are allies. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.